سلام و درود مجدد خدمت شما بینندگان و خوشحالیم که خدمت شما در خدمتتون هستیم با حضور جناب آقای دکتر سید زیاد شهیدی با موضوع رشد فکری و مدیریت شخصی ممنونم که با ما همراهی میکنید آنجا سلام سلام علیکم وقت خدا حفظتون کنه حفظ کن. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان گرامی امیدوارم که این برنامه ها مفید باشه در خدمت شما برد. خب ما قانون جذب رو با هم جلو آمدیم در یکی دو برنامه قبل هم پخش زیادی از سوالات مردم رو دست بندی شده پرسیدیم و الحمدلله جوابش رو از محضر شما دختیان. دریافت کردیم و مردم هم کمال استفاده رو قطعا بردن برگردیم دوباره سر فرمول ها و قوانین قانون جذب که به ما کمک میکنه انشالله توی این دنیای روزگار زمینی به یک مقدار استفاده, آره استفاده ببریم و بهره دوست چندان ببریم <تصفح> تو که شما فرمودید جان مصی ما خب بحث های متفاوت و حالا میشه گفت متنوعی رو در خدمت عزیزان بودیم من فکر کردم حالا این جلسه هر حال چون که وقتهای ما معمولاً به قول معروف جمع و جوره یه مقدار راجع به یک بحثی رو عنوان کنیم فرض بکنید کسی واقعاً این بحث رو تا الان حالا ندیده باشه عله. و بخواد یک فرمول کلی به دست بیاره و بر اساس اون بره مثلا حالا برنامه های... برنامه, های... بله برنامه های قبلی رو فرض بفرمایید پیگیری کنه چه کار باید بکنیم ولی مثلا حالا عنوانش رو من گذاشتم مثلا فرمول موفقیت نهایی خب برای اینکه اگر کسی بخواد تو یک برنامه تو یک هدفی به قول معروف موفق بشه خب این چه راهی رو در پیش بگیره خوبه خب ما باید بدونیم اولا اون چیزی که باعث این میشه که ما به هر حال یک دیدگاهی داشته باشیم یک رؤیایی داشته باشیم باید بشینیم به قول خودمونی و ببینیم با خودمون چند چندیم حالا یکی از پیشنهادها اینه که حالا تو غرب یک صندلیایی هست نمیدونم حالا اسمش هم چیه شاید تو فیلم‌ها عزیزان دیده باشن حالت به قول معروف گهواره ای داره معروف حالا شاید نباشه به این اسم ولی از این صندلی های مادر بزرگ بله حالا پدر بزرگا مادر بزرگا این صندلی ها رو ها میگن که یه جوری زندگی کن وقتی نشستی رو اون صندلی چرا چون همونطور که فرمودید دیگه پدر بزرگا مادر بزرگا معمولا تو این فیلم ها به خصوص میگه وقتی نشستی رو اون صندلی فکر میکنی راجع به زندگیت پشیمون نباشی این خلاصش و لذا ما پیشنهاد میکنیم به عزیزان میگیم آقا فکر کن خدا به تو 99 سال عمر داده و الان داری به قول معروف یه فلش بک به قول آقایون فنی ها داری به عقب نگاه میکنی به زندگیت رو مرور میکنی و به این وسیله ببین اگر چه راهی رو میرفتی و چه کارهایی رو انجام میدادی امروز خوشحال بودی یا بهش فکر میکردی و به قول معروف لبخند روی صورتت به قول معروف حالا مینشست چون میدونید انسان وقتی که به قول معروف به خاطراتی فکر میکنه این یا لبخند میاد یا خدای نکرده به هر حال حالا بالاخره اون تلخی ها رو می که صورت خودش رو نشون تأثیر تاثیر داره خب پس اول پیشنهاد اینه عزیزان یه برای اینکه بدونن خودشون با خودشون چند چندن و چه کار میخوان بکنن به جای اینکه الان به آینده فکر کنن شاید یه مقدارم سخت باشه ها ولی واقعا فکر کنن خدا بهشون 99 سال عمر داده الان دارن توی اون 99 سالگی برمیگردن و به عقب نگاه میکنن و با خودشون فکر میکنن که آقا الان من اگر یعنی تو این سن اگر چه کارهایی انجام داده بودم الان خوشحال بودم و خوش خوب این خب خیلی مهمه این یه نکته اما از این که بگذریم وقتی که خب به این مطلب فکر میکنیم یه اهدافی رو طبیعیه برای خودمون در نظر میگیریم اون ما کل بحثمون این بود اصلا جزب جلسات اولیه‌مون بحث هدف بود این بود که عزیزان دق... هدفتون رو دقیق در نظر بگیرید یعنی دقیقا بدونید تو زندگی چی میخواید ما تو قانون جذب عرض کردیم که از مشکلات این خیلی انسان ها معمولا میدونن چی نمیخوان ولی دقیق بهش بگید چی میخواید آ... به قول محروف، آره، نه اصلا امتحانش مجانیه یعنی چی مجانیه شما الان تاکسی میشینید این ور میشینید رو مثلا مسافرت با افرادی که به اصطلاح در استکاک و ارتباط قرار میگیرید بپرسید بگید که مثلا برادر من حالا نمیدونم دوست من اگر الان واقعا یک علاءالدینی باشه و بول چراغ جادویی باشه و الان جلوی شما ظاهر بشه و بگه سه تا خواسته تو دقیق مشخص بگو که من برات برآورده کنم شما سه تا به قول معروف خواسته دقیق و مشخص چیه اکثر انسان ها نمیدونن و برنامه ای ندارن جبید. سوال بپرسم همینجا تا خیلی دور نرفتیم. ما به نگاه دینی که در ساموخته شما هم هستیم بحث محاسبه رو داریم <applause> الانم هم توی یکی از فرمولای بله. نهایی موفقیت شما اینه که محاسبه بکنیم چه کردیم چه <applause> کار داریم میکنیم آیا تا اینجایی که اومدیم درست آمدیم یا یعنی نه روش داره یا نه همین فقط بشینه به خودش فکر بکنه حالا البته روش رو اولم... اگر بخوایم روش علمایی رو وارد بشیم گفتند <applause> که اند که مشارته و مراقبه یعنی کسی که یک برنامه رو در نظر میگیره با خودش به اصطلاح شرط کنه مثلا من میخوام امروز رو فرض بفرمایید که به فقط کنیم. آره فقط به های الهی توجه داشته باشم مثال میزنم من در رابطه با وحسکلم دارم عنوان آره. خب بعد شب که میشه بیشینم فکر کنم که آیا امروز موفق بودم یا نه مراقب بکنم مم. و بعد بحث سیس خود کنترلی و این هست که ما مرتب یعنی لحظه به لحظه به خودمون اشراف داشته باشیم خب چه کار کنیم ما بالاخره فراموش میکنیم کنیم. اونم اگر... بنایی خداگاهی رو همه احسن... جا به کار ما میاد همه جا یعنی ما باید خداگاهی رو به اونقدر ادامه بدیم تا به جایی برسیم که دیگه ناخداگاه ما میشه بچه این به صلاح همطور که خدای شما مستحذرید خب ما یکی از چیزهایی که خیلی مهمه بحث و تکراره بله. که عرض کردیم روایتش هم خب از درس و مره و تکرار الف مره چون تکرار باعث میشه که تو زمیر ناخداگاه بشینه این نکته مهمش هست پس بنابراین اتفاقا حالا اینو فرمودید خب این داستان معروفه دیگه یکی از علما رو اومده بودن زبان میرزای شیرازی که بالاخره عده از ایران خواسته بودن ازشون که از علما رو بفرسته اون عالم بزرگوار خدمت میرزا رسیده بود گفته بود آقا یه چیزی به من بگید که بالاخره دارم میرم اونجا مشکل نخورم میرزا همین رو گفته بود گفته بود فقط و فقط روزی یک مدتی رو یه مدت زمانی رو به خودت بپرداز برای خودت وقت بذار همین ببین آقا چه کار کردی به قول مرو شب بررسی کن مراقبه کن اگر به هر حال کار خوبی کردی از خدا بخوا که شکر کن و از خدا بخواد که به تو کمک کنه اون رو ادامه بدی و اگر خدایی نکرده حالا بالاخره خطایی مشکلی توبه کن <applause> و ما دقیقا عین این, این برنامه رو توی بحث روانشناسی هم داریم یعنی میگیم که با خودت مشارطه کن که آقا از کم هم شروع کن حتی اگر نمیتونی بگو آقا من میخوام یه ساعت رو رو آره، مثلا... این رو و اینطوری برو جلو که حالا ما انشاءالله به مناسبتی اگر توفیق داشته باشم تو همین مسئله جمع جور کردن میگم مثلا بحث فرض بفرمایید که چطور کنیم ما یک روزهایی رو واقعا بیام روزه فکری بگیریم روزه فکری مم. یعنی چی یعنی مثلا میگم من بگم آقا یه روز رو همین بحثی که شما فرمودید واقعا جزء حالا بحث‌های روانشناسی خیلی هم حالا مفصل تا حدودی میگه آقا شما بیا یک روز رو بیا دو روز رو هر چی که میتونی از کم شروع کن و کاملا خودت رو دقیقا مثل آدم روزدار چجوری موازه به آب نخوره غذا نخوره قیبت نکنه و الاخر دقیقا مثل یه آدم روزدار موازه به افکارت باش افکار منفی اگر اومد به سراغت فورا به قول معروف پاتک بزن یعنی چون در آن واحد که ذهن نمیتونه به دو چیز فکر کنه مثلا بهت میگه که آقا تو این کارو میخوای اگر موفق نشدی چی اگر به مشکل خوردی چی اگر شما همون آن فوری باید کنترل کنی خودت رو و پاتک بزنی بگی خب اگر موفق شدم چی اگر کار درست دقیقا. یعنی این باعث میشه که ما به قول معروف به مرور زمان به اون جایی برسیم که اون گرفباز مشهور ارزم حضورتون که وقتی یکی از مسابقات رو چون میدونید مسابقات گلف مسابقاتی که به جوایز خیلی بالایی میدن یه جایزه خیلی سنگینی بهش داده بودن یه خانمی رسید بهش و گفت که من بچم مریضه و داره میمیره این کل جایزه رو که بهش دادن کل مبلغ رو در رو داد به اون خانم و جالبه بعد از مدتی یکی از دوستان حالا آدمای فوزون زیادن رفته بود و تحقیق کرده بود و به این به ایشون گفت که میدونی اون خانم دروغ گفت اصلا بچه ای نداشت ببینید اینه بهش میگن ما تربیت ذهنی یعنی فورا ببینید این الان دیگه خداگاهش نیست دیگه ناخداگاه فورا گفت ا پس خدا رو شکر که بچه ای مریض نبود اصلا وجه دیگر داستان رو نگاه کرد اینه یعنی اصلا کل بحث روزه فکری و افرادی که ما عرض میکنیم رو بحث موفقیت افراد موفق اینطوری فکر میکنن و الا درد سرها گرفتاری ها تو زندگی تک تک انسان ها وارد بشید به اون به قول اون شاعر گفت در این عالم دلی بیغم نباشد اگر باشد, باشد بنی آدم, نباشد. باشد. روایت فرمود حفت دنیا بالمکاره قرآن میفرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد اینا هست پس بنابراین این بر می گره به دیدگاه ما به زندگی ما چجوری به زندگی نگاه کنیم چجوری خب این تربیت میخواد فکر میکنم جناب بهلول باید باشه اگه اشتباه نکنم یه درسی رو تو این زمینه داره گفتش که هر وقت یه چیزی بهت گفتن به خودت بگو به من چه یا نهایتا بگو به تو چه <تبت بقنقى> <متلع> یه قانونه به من چه به تو چه مثلا حالا به دروغ گفتن خب به تو چه یا نهایتا اگر زمیر درون شروع تو رو اذیت بکنه بگو به من چه یا بازم به تو چه مثلا بله واقعا فرمول های جالبیه ده. یعنی هم تو به جای اینا واقعا همینطوره بعضی از اتفاقا حالا عرفا بزرگان اونایی که حالا مثلا مرشدی بودن راهنمایی میکردن واقعا همینطور بوده یعنی بعضی وقتا به افرادشون اینگونه به اصطلاح راهنمایی میدادن که به این وسیله تا میاد ذهنت بیاد تو مسائل به صلاح جزئی وارد بشه تو مسائل منفی وارد بشه با واقعا با همین به من چه به تو چه اون وقت جالبه اون کسی راه رو هم که با شماس... هم صد میکنه هم اون کسی هم که با شماست یاد میگیره که وقتی با شماست باید حواس رو جمع کنه فزودی <applause> نکنه چرا چون مثلا شما بهش میگه به تو چه ضربه خیلی نکته مهمیه بله پس بنابراین حالا اگر بخوایم خیلی بازیم جمع و جور بگیم پس نکته اول تعیین هدف بود بل. ولی ما گفتیم دقیقاً بله دقیقاً بدونیم چی میخوایم یعنی چند چند بودنه آره دقیق بدونیم چی میخوایم این نکته بسیار مهمی نکته بعدی اینه که اون هدفی رو که انتخاب میکنیم واقعا علاقه بهش داشته باشیم حالا اون کاری رو حالا هدف ممکنه یه وقت کار باشه تو زندگی یه وقت ممکنه یه رشته تحصیلی باشه آیا من میخوام برم پزشکی بخونم مهندسی بخونم چه میدونم اصلا هرچ دبیری بخونم که چون پدر و مادرم میگن یا نه واقعا عشقمه علاقمه آقا من میخوام برم مثلا آیتی بخونم من این تجربه رو داشتم یه استاد داشتیم یادش بخیر اسفان که دست می‌خوندیم استاد حکمیون تازه هم از امریکا اومده بود استاد روانشناسی ما بود ایشون میگفت بعد از مدت ها من رفته بودم به اصطلاح همون دیدنی های اصفهان گفت دیدم که توریستایی هستن و اینا دیدم یکی از دوستای من که پزشک بود داره برای اینا شرح میده و زبان انگلیسی مثلا میگه بعد از مثلا که آزاد شد اصلا لیدر این... گروه بله گرفتم باش صحبت کردم فلانی تو اگه میخواستی لیدر بشی چرا اومدی پیزیش میگفت چهار سال این پشت کنکور موند چهار سال یعنی چهار سال کنکور داد تا سال چهارم قبول شد بعد هم هفت سال پزشکی خون 11 سال خب برای چی عمر تو خب تو میرفتی یه سال میخوندی زبان انگلیسی فول, میشد مثلا میگه بله. واقعه مطلب من این کاری که به من لذت میده این شغله ولی متاسفانه به خاطر پدر و مادر ببینید و واقعا این واقعیت جا موسیقی بعضی از والدینی که بندگان خدا خوبیه بچهشونو میخوان بله. ولی به دلیل این ناآگاهی فشار میارن اون مشکلاتی که خودشون داشتن یا اون امیدها اون آرزوهای ناکام خودشون رو دوست دارن که این فرزند جبران کنه خب این بنده خدا بابا علاقه به یه چیز دیگه ای داره و همین این میشه خودش یکی از مشکلات پس بنابراین این دومین مطلب دوست داشتن بحث برنامه برای اینکه وقتمون سریع داره میگذره بحث بعدی ارزمون این بود که آقا ما بیایم برنامه ریزی کنیم حالا برای رسیدن به این هدف حالا گفتیم چه تحصیلی چه شغلی چه معنوی هرچی هر برنامه ای من دارم بیام برنامه ریزی بکنم حالا برنامه کوتاه مدت میان مدت و دراز مدت که حالا اینا رو من فقط چون دارم فیرست میگم آه. اونایی که میخوان میتونن به اون بحثای قبلی ما مراجعه کنن و بحث بعدی حالا به قول به قول یه استادش میادش بخیر حالا من شاید خیلی قشنگ نمیشدم حتما بخواد از کلمه خارجی استفاده کنه ولی حالا ایشون تاکید میکرد همیشه میگفت دو ایت now همین الان دست به یک اقدام بزن همین الان دست به یک عمل بزن یعنی وقتی که تصمیم تو گرفتی همه این کارا رو هم کردی مثل میزنم اولی حرکت اولین حرکت اولنجا. اولین حرکت مثلا مثلا ممکن اولین حرکت شما مطالعه در رابطه با اون برنامه باشه اولین کاری که میکنی شروع کن به مطالعه حالا مطالعات میخواد اینترنتی باشه میدانی باشه هر چی دیدن دوستی باشه که در این زمینه تخصص داره اه. برو و وقت بذار روی این قضیه و شروع کن و سعی کن هر روز این در این زمینه یک گام برداری هر روز یک گام حالا هر چند اون انگیزه و بعد از اون بلا فاصله اقدام اقدام این اقدامه هم یعنی چون ببینید آدمای موفق خیلی اصلا نقشه دارن ایده های خیلی قشنگی دارن ولی آیا این موفق میشن نه تا دست به اقدام نزنی ما یکی از بحثمون این بود عرض کردیم تازه همه اینا هم که بدونی آدرس تا نروی نمیرسی آدرس رو من بدونم و اقدام کنم عمل کنم و الی بحث بعدی آقا این جان موسوی این بحث امید امید داشتن و ناامید نشدن و ان پذیر بودن آقا از این راه نشد یک راه دیگه طرف گفت که حالا زمان پیغمبر طرف اومد ازدواج کنه پیغمبر فرمود که خلاصه بگو برو اونجا بگو خلاصه اگر به ما زن میدید که خلاصه خدا خیرتون بده و خدا بزرگه و اینا خدا خیرتون بده اگرم زن نمیدید حالا عربی البته بود حالا به فارسی میشه دیگه خدا بزرگه یه که دیگه این نشد یکی دیگه مثلا این حالا واقعا یه نکته که اگر تو هدفت اینه که ازدواج کنی فرض کنید که فقط یه دختر که نیست دختر خانم های متفاوتی هستن و میتواند اتفاقا با هدف اهدافی که شما داری افراد مختلفی بالاخره در مسیر شما قرار بگیرن حالا این نشد یکی دیگه من اینو چرا دارم میگم چون بعضی هاجا موسوی ببینید خیلی سخت گیرن به این معنا میگه آقا یا عربیش یه مثالی دارن عربو میگن لا حکیم باشی لا عموتن میگه یا حتما باید فلان پیزیش که حاضقه متخصص باشه یکی که من باید بمیرم بابا تو یه سرما خوردی این سرماخوردگی رو یه حکیم باشی یا عادی هم میتونه تو رو راهنمایی کنه به قول شاعر که میگه مثل یک درنای وحشی تا افق پرواز کن قصه دیگر برای فصل سرما ساز کن زندگی تکرار زخم کهنه دیروز نیست بالهای ات را سوی فردا باز کن یعنی چی یعنی اینکه آقا گذشته که گذشته آینده رو در نظر بگیرید و به قول معروف میگن شما تو رانندگی همیشه یه آینه کوچیک هست که عقب رو ببینی فقط برای اینکه از او عبرت بگیری مواظب باشی ولی جلو یک شیشه بسیار بزرگی که جلوت رو ببینی زندگی همیشه رو به آینده است پس امید داشته باش امیدوار باش و ناامیدی رو انسان خیلی مهمه جان که آدم بدونه ناامیدی فرزند شیطان و امید فرزند رحمانه و بحث بعدیش هم بحث به اصطلاح فعالیت کردن کوشش کردن و مرتب کار رو پیگیری کردن و رهانه کردن من فقط یه مثال میزنم میدونم وقت دیگه آخرشه یه مثال میزنم عزیزانی که اسفان مشرف شدن به قبر علامه مجلسی حالا به هر هم از واقعا العلماء و رسط الانبیاء دیگه و هر حال ولی از این با میگن واقعا هم مشرف شدنه ایشون دامادی داشتن به نام آیت الله حالا یا علامه مازندرانی و زیر جالبه که ایشون هم پایین پایشون. پایشون. مدفونه این آی ما مازندرانی خودش میگفته من حجت هستم روز قیامت بر اهل زمین چرا انقدر کند ذهن بود این انسان که حتی گاهی از مدرسه به خانه یا بالعکس راه خونه رو گم میکرد ولی بر اساس استمرار و تلاش کارش به اونجایی رسید که مرحوم علای مجلسی یکی از سبیه های خودشون رو به ازدواجشون در آوردن و عالم شد اینو میخوام بگم یا بحث تیمور لنگ همه حمد. شنیدیم که گفت خلاصه یک بار دیدم یک مورچه صد بار گفت بخیر بهش گفتن موفقیت رو از کجا چط... از کجا یاد گرفتی, گرفتی؟ از یه مور صد بار دیدم یک دانه جوی رو حالیا گندمی رو گرفته ای میرفت تا یک مسیری بالا از یک میافتاد تا صد بار شمردم تا دیم آخرش موفق شد فهمیدم پس اگر استمرار و تلاش باشه موفقیت هم خواهد بود قطعا بسیار عالی ممنون و متشکرم خیلی وقتها یه قدم عقب برگشتن معنای بدی نداره به جهت دورخیز بیشتری است برای که دو سه قدم جلوتر بریم حتی. یا همین توپی که حالا قبل از برنامه با هم در موردش صحبت میکردیم هرچی محکمتر زمین میخوره پروازش و صعودش خیلی چند برابر خواهد بود ما حالا خاصتا در دستورات علمی که شما دارید دو دوستان ما یاد میدین اصلا شکست معنی نداره به هر حال یک استارت مجددی است شکست باید اینجوری باش برخورد بکنیم و نترسیم از یک مقدار عقب اومدن و این خیلی جمله عالی بود منو همین الان به فکر برد برای ساخت یک تیکه که واقعا آینه ماشین خیلی کوچیکه و فراروی ما اون شیشه بزرگ ماشینه و همیشه رو به جلو بایستی حرکت کرد ولی خب از گذشتمون هم به تعبیری کلا نباید محو کرد و غافل نشد خیلی متشکرم نکات بسیار خوب هر چند سری و با عرض شرمندگی بابت مجال ده 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 ده. به ما انتقال دادید ان شما هم بهره بردید فاصله کوتاه تقدیم شما می کنیم برمیگردیم و دقایق پایانی بخش اول رو مهمان دوباره شما خواهیم بود خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم و دیگه توی این دقایق باقی مونده تا اذان یک جنبندی مختصری در حرفهایی که امروز بابت دوستی زدن با شما داشته باشم یادتونه در یک نکته و پروتکلی رو اصطلاحا در برنامه روز گذشته پیرامون همین موضوع دوستی از وجود نازنین آقا امیرالمومنین خدمت شما عرض کردم که حضرت فرمودن اگر دوست تو با تو بدی کرد تو بهش خوبی کن قهر کرد تو باش آشتی بشه اون قد کرد تو وصل باش زیل این روایت راوی میگه من احساس کردم اینقدر سفارشات امیر مؤمنان نسبت به دوست بسیار زیاده که من بایستی عبد باشم و او مولای من باشه اگر حالا برداشتی که از این روایت میشه اگر این حرکت و این فروتنی و این خدمت شما آرزم که تعهد به پیمانی که بسته شده رو رعایت بکنیم این سیانت و این محافظت و این نگهبانیه رو که ابتدای برنامه امروز موضوع حرف ما شد آرام آرام محقق خواهد شد دیروزم یه جمله گفتم انتهای کار دوباره دلم میخواد همون رو تکرار بکنم عرض کردم که در یک کلام اگر توی زندگیمون با رفقامون و با دوستانمون سنگ نیمن باشیم به قول قدیمی ها خیلی چیزها حل میشه مشکلات کجا به وجود میاد و یک رفاقت به تباهی میره زمانی که من منیتی به خرج میدم میگم من درست میگم به تبع همین حالتم در طرف مقابل من هست بعد هیچ سنگ روی سنگ به قول معروف بند نمیشه اما کافیه نیتمون بر این باشه که ما میخوایم یک مسیر رو با هم شروع کردیم جلو بریم البته در انتخاب دوست یک سری آیتم هایی داریم که حالا در برنامه بعد این حالات یک سری فوائدی داره و یک سری مذراتی داره و بدیهایی داره همه اینها رو اگر اجازه بدید با هم زنجیروار توی برنامه های روزهای آتی با هم صحبت میکنیم ولی حرف امروز من بیشتر پیرامون اون نگهداری است دیروز قصد کردیم با دوستمون کنار بیایم امروز در تداوم اون دوستی داریم با هم حرف میزنیم تداوم پیدا نمی کند مگر اینکه نسبت به هم دیگه مهربان باشیم تداوم پیدا نمی کند مگر اینکه نسبت به هم خوبی بکنیم من وقتی به شما میگم خود منم این چنین باشم این دوستی دو طرفه برقرار میشه چرخه میچرخه و از با هم بودن لذت میبریم حالا این یه جنبندی میخوام بکنم دم ازانه اگر من نسبت به خداوند متعال این چنین باشم یعنی اگر قدری امروز اوضاعم نابسامان بود زود نزنم همه رو خراب بکنم بگم باشه خدا مثلا به زعم غلطه به زعم غلط ببین دارم تکرار میکنم به زعم غلط خیلی از ما خدا با من امروز خوب تا نکرد تو بنده خوبی باش خدا رو توی این شرایط هم شاکر باش فردا خدا برات جبران میکنه که اگر این چنین شد اون دوستی بین من و خدا تداوم پیدا میکنه خدا که این کارو نمیکنه هیچ وقت از بندش نمیبره مگر اینکه من به قدری اعمالم زشت و ناپسند باشه که موجب بشه خدا از من دیگه ببره مثل کفار و کسانی که اصلا با خدا میونه ای ندارن که حتی روزی اونها رو هم میده اما اگر به این نگاه که گفتم او قد کرد تو وست کن خدا اگر امروز هم هوای تو رو به حسب ظاهر نداره تو عبادتش رو بکنی به بندگان دیگرش به خلق دیگرش نیکی بکنی خدا جبران میکنه این شکرتم لعزیدن نکن اگر شکر کردی خدا شکر تو رو میبینه و نعمت رو بر تو بیشتر میکنه دوباره رفاقت برقرار میشه التماس داده